آقای احمدی راغب، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو دوباره به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنید. درود میگم به شما وحید گرامی و همه مخاطبین گرامی شما. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. دیروز آقای احمدی راغب، شما به همراه وکیلتون در دادگاه حضور پیدا کردید و جلسه دادگاه شما به صورت غیرعلنی برگزار شد. چگونگی برگزاری و روند دادگاهتون رو لطفاً برای بینندگان ما توضیح بدید. بله، از کنم خدمتون که همونطور که قبلا اطلاع رسانی شده بود، دیروز من همراه آقای مقیمی عزیز، وکیل حقوق بشری و جوان بسیار آگاهی ما، در دادگاه شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار حضور پیدا کردیم راست ساعت مقرر و رفتیم و از کنم که قاضی شروع کرد پرونده. معلوم بود که پرونده رو نخونده بود، با اینکه این چند ماه این پرونده اونجا داره عقب جلو میشه و وقت گرفته میشه و به هر حال به شکل‌های مختلف پرونده رو به سرعت داشت نگاه میکرد، چیزی از توش پیدا نکرد، چرا که حاوی نوشته‌های من بود. از کنم که نهاد امنیتی که این پرونده رو تشکیل داده بودن کپی برداشته بودن از روی صفحات مجازی و نوشته‌ها و عرض کنم که مطالبی که بوده. بعد یک راست رفت و به من تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام رو اعلام کرد و بعد گفت که شما پیرو احمد شهیم هستید. حتی نمیدونست که این آقا اسمش احمد شهیده. به هر حال بحثمون از اونجا شروع شد و وارد عرصه‌های دیگه شد. چیزی پیدا نکرد. این فقط عرض کنم به عنوان یک کارگزار دستگاه حکومتی، نه کسی که قرار از جایگاه قانون دفاع بکنه، به عنوان یک کارگزار و یک ابزار دست عرض کنم که نهادهای امنیتی اونجا نشسته بود. ما احساس میکردیم که حتی حکم هم صادر شده، ولی به هر حال دو ساعتی اونجا ما صحبت داشتیم، گفتگو داشتیم، کشمکش داشتیم تا پایان پیدا کرد و حالا ببینیم که نتیجهش رو چند روز بعد اعلام خواهد کرد. ولی خود قاضی هم اونجا مشخص بود که چیزی برای گفتن نداره، چرا که فعالیت‌های ما خیلی شفاف و روشن و آشکاره، چیزی خارج از قانون نیست، خشونت پرهیزه و عرض کنم که تلاش داشتیم که همراه صدای دادخواهی باشیم. جنبش اعتراضی ما هیچ وقت هیچ آسیبی به کسی نرسون، توهین و اعتراضی نسبت به کسی و شخص و مقامی نبوده، بلکه ما خواستار به شرایط بهتر در این سرزمین بودیم، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم و همینجور چیزها. اینی که دو ساعت طول کشید و قرار شد که حالا حکم را هم صادر بکنن، فکر میکنم صادر شده از قبل، از مدت ها پیش. امروز هم دوستان خبر دادن که از کنم 20 بهمن دوستانی که دادگاه داشتن و در 30 آبان در برابر زندان اوین اون جنبش اعتراضی برای حمایت از آزادی زندانیان سیاسی اونجا دستگیر شده بودن، بازداشت و زندانی شده بودن برگزار شده بود که احکام اینها، البته احکام بدلیز قابل اعتراض هست، 91 روز زندان، 74 ضربه شلاق برای اینا، برای این 17 تن صادر شده. حالا امیدواریم که این عرض کنم که پروسه با اعتراض دوستان ما وارد یک فاز جدیدی بشه و این احکام هم ضعیف بشه و از زندان و شلاق بیان بیرون و به تبرئه دوستانمون بیان جامعه. البته اگر چنین نباشه مطمئنن ما اعتراضاتی رو سامان خواهیم داد. آقای راغب، برچسب اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا براندازی نرم از جمله برچسباییه که جزء اتهامات تقریبا همه زندانیان سیاسیه یا کسایی که به قید وثیقه آزادن. می‌خواستم نظر شما رو در ارتباط با این برچسبا بدونم. این برچسبا برای اینا تعریف شده است، چرا اینکه اینها جرم سیاسی رو هنوز نتونستن تعریف کنن، نتونستن این جرم سیاسی رو بپذیرن، پس تلاش کردن در برابر این، به خاطر اینکه هر نوع جنبشی رو، هر نوع عرض کنم که حرکت اعتراضی رو حتی به شکل آرام برنتابن اومدن چند تا واژه رو این چنینی به عنوان ابزار قانونی به دست گرفتن نهادهای امنیتی و با در اختیار گرفتن قوه قضاییه سعی کردن که به هر حال این جنبش ها و این حرکت های اعتراضی رو سرکوب بکنن، کما اینکه تا به حال این کار رو انجام دادن. البته میدونید که سرکوب نخواهد شد، چرا که هر جای این جنبش های اعتراضی رو بخوان جلوشو بگیرن، جای دیگه مانند آبراه خودشو باز خواهد کرد
و این بنبستی است که اینها برای خودشون درست کردن. ببینید وحید عزیزم، این جنبش ها رو اینا باید به فال نیک بگیرن. نشاط رو در جامعه میاره، به ویژه جنبش هایی که آرام هست، جنبش های اعتراضی که به هر حال درخواست هایی که در جامعه هست داره منعکس میکنه. ولی متاسفانه انقدر جهالت، نادانی، خشکمغزی در این حاکمان هست و انقدر مست قدرت شدن که نمیخوان بپذیرن متاسفانه. آقای راغب، بسیاری از آزادی خواهان هستند که سالها تو سلول انفرادی هستند و وقتی محکومیتشون تموم میشه نه تنها آزاد نمیشن، بلکه به جای میرسن که دست به اعتصاب غذای تر و خشک میزنن و جونشون رو به عنوان آخرین سلاح برای دفاع از حقشون کف دست میگیرن. مثل آقای طاهری که بعد از 5 سال که محکومیت ناعادلانش تموم شده، حالا دوباره برای 14th بار وارد اعتصاب غذای تر و خشک شده. یا آقای سحرخیز، شما این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ عرض کنم که شما رسول بوداغی دوست عزیز منو چرا نمیفهمون که از فعالانه؟ بله، یا آقای رسول بوداغی. بله، جنبش عرض کنم که کانون صنفی معلمان، ایشون 6 سال زندان رو پذیرفته بود، اصلا هیچ اعتراضی هم نکرد. زندان ایشون رو و زمانی که تمام شد از زندان از کنم که رجایی اووردن در اوین و چند ماه اونجا در انفرادی بود. فقط از ایشون خواسته بودن زمانی که آزاد میشی شما دیگه فعالیت های صنفی رو از کنم که کانون صنفی رو نداشته باشید، پیگیر نباشید. ایشون نپذیرفته بود که 3 سال دوباره براش از کنم که پرونده سازی موهوم درست کردن. ایشون الان در بند 7 زندان اوین هست. من زمانی که ما رو دستگیر کرده بودم، من رفتم اونجا، اول رفتم سراغ این دوست عزیزم چون چند سال بود ندیده بودمش، همچنان گیج و منگ بود. میگفت که ما از بعد 6 سال به جای اینکه آزاد بکنم من آوردن توی از کنم که سلولای انفرادی نگه داشتن، چند ماه هنوز اومدم اینجا توی بچه‌ها به روز نشدم، هنوز آشفتم، گیجم، نمیتونم ارتباط برقرار کنم. بله، و همینطور برحال آقای سحرخیز به خاطر اینکه ایشون رو تحت فشار قرار دادن که چیزهایی از خودش بگه، از کنم که ادامه نده به از کنم مبارزات خودش، به نوشتنهای خودش، از کنم آقای محمد علی طاهری که این همه سال در زندان بوده، دنیا برای آزادی ایشون بلند شده، ولی متاسفانه از کنم که این دستگاه سرکوبگر که قوه قضاییه رو که نمادی باید از عدالت باشه، حتی بتونه رهبر، حتی بتونه رئیس دولت و هر کسی رو که در این سرزمین خطا میکنه گریبانش رو بگیره، خودش شده ابزار سرکوب و به راحتی در اختیار نهادهای از کنم که امنیتی قرار گرفته و هر کس رو میخوان با این چماق قانون میکوبند. آقای راغب، مسئولین قوه قضاییه خودشون اعلام کردن که همین امسال 15 میلیون پرونده به این قوه ارسال شده و اعتراف علنی کردن از ناتوانی رسیدگی به این پرونده ها. آیا این حکم های سنگین که برای مردم صادر میکنن به این دلیل به نظر شما؟ چون تقریبا ما شاهدیم که اکثریت مردم ایران به قید وثیقه آزادن. همینطوره. وحید عزیزم، ببین چند روز پیش قبل از اینکه این دادگاه من شروع بشه، من رفته بودم شهرک اداری که دادگستری شهریار در اونجا واقع است، از اونجا عبور میکردم برای اداره کار، میخواستم من به شکایتی که من از کار بیکار کردن شهرداری، اونجا خودم شاهد و ناظر این بودم که این کسانی که با خودرو فقط دارن میان که مراجعه کنن برای پروندهشون در دادگستری شهریار، به صف ایستاده بودن، یه صف خیلی طویلی بود که بیان برن توی پارکینگ کاغذ بگیرن ماشینشون بذارن برن. خب همین نشانه ای از بی‌عدالتی در این سرزمینه که دادگستری فقط در شهریار این همه آشفته، این همه پرونده، اینا همه برمیگرده به بی‌لیاقتی حاکمان، برمیگرده به شرایط فوق‌العاده بد اقتصادی در این سرزمین که باعث شده چنین آشفتگی به وجود بیاد و قوه قضاییه نمادی باشه از این همه برهم ریختگی. و سوال آخر من آقای راغب از شما اینه که در شرایطی که مشکلات فراوانی مانند گرسنگی، فقر، بیکاری، فساد، اعتیاد و هزاران مشکل دیگه از یک سو و از سوی دیگه هم جناهای حاکم رو ما شاهدیم که هر روز با ارائه اسناد فسادها و اختلاسهای همدیگر رو دارن افشا میکنن و قوه قضاییه به جای پرداختن به این مسائل ریشه‌ای در جامعه، همه توجهش رو گذاشته روی اشخاصی مانند شما و فعالای دیگه و پرونده‌سازی برای اونا. چرا؟ عرض کنم که ببینید
شما هر کجایی برید در این ادارات و نهادهای عرض کنم که دولتی و حکومتی این سرزمین، به ویژه در مدارها و مراکز مدیریتی، شما اشخاصی رو بی برو برگرد میبینید بی‌لیاقت، چاپلوس، بی سواد که اینها رو جذب کردن، به راحتی شناسایی کردن، آوردن اونجا کت و شلوار پوشوندن، عرض کنم که با یقه دیپلمات اونجا نشوندن، مدیر یک مجموعه کردن و یه عده در اختیار ایناست. حالا زیر مجموعه اون تشکیلات، حالا در قوه قضاییه، در جاهای دیگه، در ادارات دیگه، بله قربانگو، چاکر صفت، برای چی؟ برای لقمه اینان، برای اینکه اون حقوقشون از دست دادن، برای اینکه اون جایگاه پست مدیریتی رو از دست دادن و اون کارمندان به خاطر اینکه کارشون رو از دست دادن و همین متاسفانه زنجیره‌ای شده از فساد و دروغ و عرض کنم که مدیریت ناکارآمد در این سرزمین که باعث بشه حاکمیتی که باید ثروت این سرزمین رو بیاره، عرض کنم که هزینه آبادانی بکنه در این کشور، اینو میبره خرج جنگ افروزی در سوریه میکنه، خرج جنگ افروزی در عرض کنم که یمن میکنه، چنگ و دندون به عربستان و به این و اون نشون بده. کشوری با این فرهنگ دیرینه، با این پیشینه تاریخی که در جهان جایگاهی داشته، با این ثروت های عرض کنم که بالقوه‌ای که داره، با این جوان های روشنی که داره، به خاطر سوء مدیریت، نادانی گروه خوشکندیش، باید چنین ورشکسته و عرض کنم که گرفتار باشند. سپاسگزارم. سپاس از شما.